نمایندگان مجلس و سنای امریکا سرانجام نتوانستند بر سر لایحه بودجه این کشور به توافق برسند و بدین ترتیب بخشای خدماتی دولت ایالات متحده امریکا تعطیل می شوند. آنچه این دو مجلس نتوانستند بر سرش توافق کنند، تصویب اختصاص بودجه برای قانون بیمه خدمات درمانی همگانی است که دولت باراک اوباما سخت در پی به انجام رساندنش بود. با عدم توافق مجلس نمایندگان و سنای امریکا، آنچه 17 سال پیش اتفاق افتاد دوباره تکرار می شود و 800 هزار نفر از کارکنان دولت فدرال امریکا بدون حقوق در خانه می مانند.